دوستان خوبم سلام، من شهاب صادقی هستم و به کانال خودتون خیلی خوش اومدیم و ما یک شب درگیر رکورد کار خودمون شدیم. نگو کل ایران ترک داد، شاپور داد، هیپاپول پولو جیست داد، ارزم به خدمت فول آلبوم 27 ترکی پوری و حسینینا ترک دادن و واقعا ابرسید قارت شد که من نبودم، ولی امروز و به کل چندین تا ویدیو هستیم. ازتون خواهش میکنم که ریفرش کنین هی کانالو، چون احتمالا بعد دو سه تا دیگه براتون نوتیفیکیشن نیاد. دریم ترک مشخصه، خب مشخصم از واقعا جایی که حسینینا هستم، میریم گوله رو بریم با هم دیگه. پوری، حمید صفت و در واقع تیم ملی هیئت انصارالمهدی. بریم. پو فلان و فیل و تسبیح و چشا میزنه دو حالا تو کتامینی، پا پلاتینه بدنا به تو دینی، با لخت خونا بسته میشه رابینی، حاجیتون چیری که تو گردنش پلاکی نی. بچه شمال همین جوایه میستیم، آهنگ تمپوش پایینه و من فکر میکردم جایی که حسینو قراره که بیارن بعد از این همه سال و فلان، احتمالاً پانچی سنگین تونتر تصور میکردم. آهنگ شله، خیلی شل اومده، بیت کار بسیار شله و داره میگه که حاجی ما پلاک ملاک بیلمز، ما چیریکیم، چیریکی ناشناس میزنیم بر بدن همه چیو. بسته میشه رابینی، حاجیتون چیریکه که تو سویچ زانتیا بود؟ آره با لخت خونا بسته میشه رابینی، حاجیتون چیری که تو گردنش پلاکی نی. بچه شمال هواخم کرما جای قودشان، ورسی گیلان دولت خط ورودی لشان، دنبال آمار آدرس کروکی که کجام، چون دیگه قولم پول در میاد خونه تو جام. یه زمان تو پارک بودم تو زمین بسکه، کلم واسه اخفیت میخوره زمین دست شکی، خواستی بیای سمتم به سرت کلا کسکت، چون این طرف ها نیهاجی جا گوزیدن از جد سیبیل ت... باله و یه جنگ حاجی من فلان دارم که میخوای بیای پیش ما کاسکتو سر کن که من در واقع سیتیل قارتت نکنم. تا اینجا کار باحال اومده، یه فلوه نرمی داره، پانچی سنگین نیست ولی باحاله. حالا بیتم مفصل میرم، بیت خیلی تأثیر داره تو اینکه یه مقدار پوری شله، چون که بس من متوجه میشین که الان دارکه دیگه، نه نه نه، یه اینسترومنت شلی رو انتخاب کردن. سب کنیم بیه. خب ما در نوت های گام دومینور هستیم، ولی رو دومینور بیت ساز کارت. بچه ها به من میگین که کمتر بیتو تحلیل کن، مگه میشه شما الان جای همین بیت یه دونه بیت پانچی بذار؟ اصلا نوع وکال پوریم، لیریکس، همه چی عوض میشه. مگه میشه شما موسیقی رو توجه نکنی؟ به هر حال ما در دومینور هستیم، ولی رو دو تاکید ندارن، رو پنجمی دارن که میشمارن دو ر می فا سول. ما در سول، و احتمالش تأکیدات به سول و سول دیز خواهیم داشت. این مقدار کارو شل کرده، اینسترومنت ها شله، پوری هم خورده شله. تو زمین بس که کلام واسه اخفیت میخوره زمین دست شکی، خواستی بیای سمتم به سرت کلا کسکت، چون این طرف ها نیهاجی جا گوزیدن از جد سیبیل طلبانی. یعنی داشت مسجد جای در واقع این باد و این داستان ها نیست، چون که مسجد مثلا هم ما مقدس طوریم، هم ما مقدس داریم، هم جای این لاتبازی ها نیست. اینم هست جای لات، این یه اصطلاحی که اینجا جای لاتبازی نیست، اینجا چوله ما میای کاسکتو بذار که سیتیل گوجه نشه. کلا کاسکت، چون این طرفا نیهاجی جا گوزیدن از جد سیبیل طلبانی، پشت کمر و زنجانی سیسا ایرانی سیبیل بانی. خب ایشون هم معروف به سیبیله و خب یه بهنام بانی هم بانی گفتی؟ جا گوزیدن از جد سیبیل طلبانی، پشت کمر و زنجانی. پشت کمرم که چاقو دست زنجانه و سیبیلا هم بهنام بانی طوره. طرفا نیهاجی جا گوزیدن از جد سیبیل طلبانی، پشت کمر و زنجانی سیسا ایرانی، کون لقه هرکی پانی، میدوزم کاچیرانی، رایم چیدم ما چینگانی.
قشنگ میگه میدوزم کاچیران هست برند چرخیاتی ماشینگانی رایم چیدم ماشینگانی خشابه بس کن حرفا مسئولن حرفا مسئولن حرفا مسئولن خشابه خالی میکنم فقط با خوندن شله ولی باحاله مفهومش هم قشنگی ها یعنی ببین حرفام مثل گولن آخه توی رپ فارسی خصوصا نسل چهار حاجی اسلحه حاجی مواد داداش کی بود همین فینقل بچه میگفت تو تا حالا با تفنگ آب پاش حالا کسی رو نزدی هی اسلحه اسلحه میگه نه ما منظورمون از اسلحه و گوله و فلان حرفامونه قشنگ گفت حرفام اسکولن فقط با خوندن فقط با خوندن حرفام اسکولن حرفام اسکولن برم 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 حرفام اسکولن حرفام اسکولن یه نکته الان به ذهنم رسید ببین یه دغدغه‌ای که من الان دارم اینه که اینا سه نفرن خب حسین و حمید صفت الگوی خوندنشون عین همه و خیلی لشن خب بنابراین اینا الان من اگه اینجوری بخونم لش نشد که هر جیبم در اینجوری خیلی به همون لش و فلانه ای است پوریم یه خورده گنگستایلی میخونه ولی تونش با تون این دوتا فرق میکنه چه گامی رو انتخاب کنن که هر ستاشون خوب لش بیفتن کار سختیه الان این سله که من رو سل دارم اینم تأکید دارن به برای حسین من فکر کنم نیم پرده سفته ولی تو مکان خوب پوری قرار داره احتمالا برای حسین ما یه تون نیم پرده سفتر بشنویم از اون لشی همیشه یه حسین احتمالا ما یه نیم پرده زیرتر بشنویم سکولن حرفام سکولن حرفام سکولن خشاب و خالی میکنم فقط بخوندن ریتم اینجوری چه قبول حرفا مسکولن برم 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 حرفا مسکولن برم 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 ها خیلی باحال بود و این تیپ کورس ها قبلا گفتیم دو تیپ کورس خیلی کچی یک تکرار دو کشیده مثل اون چی بود آتیش گیزه کشیدگی کلمات و تکرار این تکرار بسیار به جای کورس خیلی خفنی حرفا مسکولن حرفا مسکولن حرفا مسکولن خشابو خالی میکنم فقط بخوندن بعد اعلام جنگ بخونید نماز وحش صفت اومد با یه صدای بند بعد اعلام جنگ بخونید نماز وحشت برسم پشت خاک ریزتون فقط اشهد این تجاوز رپی بعد زده حملت خودکارا زیر گلو رو سینه سر رپه را الله اکبر خب یه امیوجیبم حمید صفت بزنه لاکار دیگه کار در اومده و من مطمئنم احتمال آخرش حمید صفت شهید میشه تو مایه های این جواد هاشمی بود تو اون مایه محمد جواد هاشمی یه زیر گلو رو سینه سر رپه را الله اکبر الله اکبر الله اکبر بالاخره یه جا میبینیم تو را دلا و رمون روز میرسی درجه رفی شعور رفی نگت تو خواهد تو ما وای من فکر کنم که الان بری تمام پایگاه های مقاومت این ترک داره پلی میشه میبینیم تو را دلا ورس حمید صفر رمون روز میرسی درجه رفی شعور رفی نگت تو خواهد تو ما پیه شباید که وقتی باشی مرود میگیریم قسل جنایه نماز نویت تو میخونیم به جماعت خودم بایستادم جلو کل تیم بسته به قامه تو تو رپی که اولا ملی فلوی در 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 رایم ها در 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 حالا یهو کیکا بسته شد با کیک فول من برام 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 چه قشنگ چی؟ پیه شباید که وقتی باشی مرود میگیریم قسل جنایت نماز نویت از روت میگیریم قسل جنایت پیه شباید که وقتی باشی مرود میگیریم قسل لفظ و واژگان لفظ و واژگان قرارگاه خاتم الانبیا رفی نجات تو خود تو ما پیه شباید که وقتی باشی مرود میگیریم قسل جنایت نماز نویت تو میخونیم به جماعت خود چقدرم تونه صدای
زیبا و بم و پرحجمی داره حمید صفر. تیپ باشی مرود میگیریم قسل جنایه، نماز نویت تو میخونیم به جماعت، خودم بایستادم جلو کل تیم بسته به قامه. تو تو رپی که حقیقتشو لاشیا کنن تلاوت، کسادی وازار شرف و صداقت، انگال و تنفروش رو افتادیم په پرده به کارت، صدا نامرد و بلند اگه تو تو رپی که حقیقتشو لاشیا کنن تلاوت، کسادی وازار شرف و صداقت، انگال و تنفروش رو افتادیم په پرده به کارت، صدا نامرد و بلند اگه مردا کنن نجابت. این حکایت با خنده یا زور زد و بند میکنه به تمالش بودنم دلی زد و بند میکنه بهت اماله. تیکه اندازی ها شروع شد، تیکه اندازی ها شروع شد و همین فکر کنم کافی باشه، را باید جلترم بریم، ولی تیکه اندازی ها شروع شد. اماله رو به ملتفت گفته بودن این حکایه با خنده یا زور زد و زد و بند میکنه به تمالش بودن. اماله که یادتونه چی بود؟ که وارد کردن یک شیئی در داخل این مثلا باسنینا که جهت تخلیه و فلان، اینو اونجا میگه. به خاک و خون بکشم بشم گیا زور زد و من میکنه به تمالش بودنم دلی، به خاک و خون بکشم بشم گلی، من صادقم ولی چقدرم خشه میخوره دلی در 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 بر بلی، خیلی تونه قشنگه. به تمالش بودنم دلی، به خاک و خون بکشم بشم گلی، من صادقم ولی نه پدایت، بلا به دورا لالال میکنی یا شکایت. عشنگ بود صادق هدایت و فلان و هدایت، بلا به دورا لالال میکنی یا شکایت. خشاب عوض کن. خب خشاب عوض شد، هر خشابی که عوض میشه آرتیست عوض میشه و حسین لامن تو سرویس حسین خشاب عوض کن. آن کورس حرفام از گولن، حرفام از گولن، حرفام از گولن، خشاب خالی میکنم فقط بخوندن. همینجا وای میستیم که الان حسین میاد. ببینی اینجا کار برای حسین به نظرم واقعا سخته، چون که بیت شله. حسین هم از این دولا چنگ پانچی بزن جربده هاست، باید ببینیم چه فلوی میچینه. من فلوی حمید صفت رو خیلی پسندم، چه تون صدای زیبایی هم داشت. حرفام از گولن، خشاب و خالی میکنم فقط بخوندن. حرفام از گولن، حله داشت. حرفام از گولن، حرفام از گولن، خشاب و خالی میکنم فقط بخوندن. میتونیم الان یه گیتار شل بزنیم تا حسین بیاد و همین پترن آقای صفت خان بریم. الله اکبر، الله اکبر، بالاخره یه جا میبینیم تو رو دلاورم، اون روز میرسی درجه رفی شعاره هی نکت تو خواه تو ما پیه شباعت که وقتی باشی مرود میگیریم قسل جنایه، نماز نویت تو میخونیم به جماعت، خودم بایستادم جلو کل تیم بسته به قامه. تو تو رپی که حقیقتشو لاشیا کنن تلاوت، کسادی وازار شرف و صداقت، انگال و تنفروش رو افتادیم به پرده به کارت، صدا نامرد و بلنده که مردا کنن نجابت. این حکایت با خنده یا زور زد و من میکنه به تمالش بودنم دلی، به خاک و خون بکشم بشم گلی، من صادقم ولی نه پدایت، بلا به دورا لالال میکنی یا شکایت. به این ترتیب بریم دیگه. حسین اومد ساز زد، خشاب خالی میکنم فقط بخوندن. بیه دیگه، اینا دیگه مرزه، اینا دیگه مرزه. الان سر ورس هیچکی ما رینترو نداشتیم، دوباره گذاشتن کنف کنی که ملت همینجور حاجی بیا حاجی بیا حاجی بیا. عالیه. مثل ماس به یه ماسه میزنیم، چرته چیه چی بگو به چیگو. مثل حماس به یه ماسه میزنیم، مثل حماس به یه حماسه ایم. مثل حماس به یه ماسه میزنیم، چرته چیه چی بگو به ماسه بس لاشی. خب این حسین مرض داره، مثل حماس به یه حماسه ایم. خب این که دوباره سیتیل قارت شد که، این چرا اینجوری میکنه؟
یعنی میدونی چرا باید چنین چیزی بگه؟ یه چی بگو بماسه با خودشه یا با مثلا با ملتفته؟ ببین میتونه این مفهومو داشته باشه که مثلا با طرف مقابل باشه، مثلا ملتفت، که به چی میماسه که مثل حماس دنبال حماسه ای، میتونه این باشه. ولی چرا تو میگی مثل حماس در پی حماسه است؟ حالا مثل نمیدونم آرش کمانگیر دنباله مثلا حماسه است. آه؟ تو خودت مرض داری یاداش حسین. این که دوباره زابیل غارت شد که این هم ببین یه جوریه که اصلا من فکر میکنم حسین هم قبلش گفتن وصله وصله، میگه حاجی اصلا قربان شما، بله اصلا مثل حماس میریم خوار مادر چیز میکنیم، یه سره میکنیم خارم تو این درز سیاست و فلان. نمیدونم چرا باید از چنین ورسی استفاده کنه. حتی اگر مفهومو برگردونه به طرف مقابل، چرا باید از این لفظ استفاده کنه؟ خلا یا شاید هم خل نیست، واقعا یه داستانیه، من نمیدونم، تعجب میکنم، اصلا انتظار نداشتم شروع کار بعد یه سال حسین لفظ بیاد مثل حماس پی حماسه. پی حماسه آخه من هر جوری هم میخوام مثلا تو ذهن خودم میگم نه، منظور پی حماسه ای که مثلا ترمال، نه دیگه هیچ مفهوم منفی آدم از این نمیگیری که بخواد یه چیزی راستوریز کنه ماسمال بزنه حسینو. آش دمن سرویس کرد. ماسه میزنیم چرت چیه چی به گوب ماسه بسلاشی میخوابی کف صندوق بکنیم زد و بندو رو خاتون این کار نی چی خوردی ناب گندم زد و بندم کشید بالا بی کف صندوق بکنیم زد و بندو رو خاتون این کار نی چی خوردی ناب گندم جت اطلاق آب گندم آب زیرو تونی وانجی رو میگه بکنیم زد و بندو رو خاتون این کار نی چی خوردی ناب گندم نه نیست ربطی هم نداشت. آب آبجو رو فکر کنم میگه. حالا حسین دیگه لفظ آبجو رو هم نمیاد داشت. حسین تو دیگه واقعا برادر حسین شدی، آبجو هم دیگه خلافه. حالا آبجو نان الکل مثلا، آب گندم دیگه چه داستانیه؟ حسین دیگه حسین سابق نه، الان فکر کنم مسئول بسیج کدوم کشور الان، گرجستان چیه؟ آب گندم چه گفتیه؟ رو خاتون این کار نی چی خوردی ناب گندم جت اطلاع قایم شی پشت انقلاب بازم میکشم اتون بیرون این شورت جنده تو کونو تیکه رو انداخ به ملتفت و ببین اینا دونه دونه تیکه های ملو دارن میان فدایی میزنه بیرون ها. ببین من به شما کی گفتم الان شر اعظمم شده امروز فردایی که جوابو بده که رفتیم پشت انقلاب و فلان تلاقایم شی پشت انقلاب بازم میکشم اتون بیرون این شورت جنده تو کونو انده تو تلوی وسط سیب ما میایم حج تومه صورت ها چفیه پیچ غریبه نی زندگی ج... صورت ها چفیه پیچ غریبه نی وسط سیب ما میایم حج تومه صورت ها چفیه پیچ غریبه نی زندگی یه جوری غریبانه است که منم عزام شدن دیگه بنی آدم بیگیلا ده سینه که زندگی یه جور غریبانه است که منم اعظم شدن بنی آدم. یعنی مثلا من خیلی بیکس و فلانم، زندگی غریبانه است و من غریب موندم. و یا جوری غریبانه است که منم اعظم شدن دیگه بنی آدم بیگیلا یا میتونه مثلا این باشه که الان بنی آدم اعضای منن. ولی تو رپ فارسی هرگاه شنیدی راجع به یه عضو صحبت میشه موضوع مثلا این دم و دستگاه که بنی آدم در واقع این پایین در خدمت باشیم احتمال یا شاید هم همون من تنها و دوباره برمیگردم تونه وکال حسین اون گنگی و لشی همیشه رو نداره چون نیم پرده به نظرم سفته. ایشون تو فادی ازمینور هم قبلا دیده بودیم با هم دیگه خیلی مسلط میخوند، الان توی سول داره میخونه یه خوره بالا. شهر شلوغ
ابو عطا یا شهر خلوت. همه عقیقتو شهر شلو گروه هم همه ابو عطا به لطف ندید و خوشن خاک میشن به ما و شهر و روی دوشک. پس چی؟ ما رای کنده ی کف آسین کس شهر تر رپ فارسی همیخوام بشین. با حسین خوبه؟ حسین کس شهر تر رپ فارسی. خب کلن ببین من حدس میزنم اینی که میگه رپ فارسی مثلا کرسی شعره، کسی این حرفو میزنه که از یک فیلدی زده شده باشه. من احساسم اینه، چون که یه مقدار سنس مشترکم باهاش میگیرم، احساسم اینه که اونقدر بهش گفتن تو وصلی، تو فلانی، تو الیبری، نه تنها دیگه نه آلبوم میده نه ترک میده، اصلا بیزار شده. آقا اصلا رپ فارسی کلن کرسی شعره، من حدسم اینه. آی کونده ی کف آسین کس شعر تره رپ فارسی. نمیخوام بشینم بیرون نمیذارن نمیدین خاطرات دیرو. یادم نیمم بگی شما این پسر کی بود، میگو کارم سنگینه صحبت های کیلو. اینا که دلن وای چه لفظی بود، این پسر کی بود، اصلا کی بود؟ شاپور رو میگه میگه من میخواستم اصلا نیام تو رپ فارسی، همون جمله قبلیه من، ولی این حمیدینا اومدن گفتن آجی بابا قدیم رو یادیدیم و میزدیم خوار مادر ملت رو دمنه همه رو سیری بیست میکردیم فلان. بیا من اومدم یادم یه پسره چی بود داره اصلا اومده، ما داداش دو دقیقه نبودیم اومده کیلو کیلو سنگین بار زدم، نمیدونم من داداشم تو هلند بار میزنه گلا رو جابجا میکنه. هم فلشبک به سنگین حسین، هم کیلو کیلو پوری، هم پودر کردن شاپور. تو میگی پسر کی بود اصلا، من اسمش نمیدونم چی، پسر کی بود یارو شنگولقلی یاردانقلی. حسین کس شعر تر رپ فارسی. رپ فارسی لحنو نمیخوام بشینم بیرون نمیذارن نمیدین خاطرات دیرو. یادم نیمم بگی شما این پسر کی بود، میگو کارم سنگینه صحبت های کیلو. اینا که تل صحبت های کیلو با چه تمسخری هم میگه، پسر کی بود میگو کارم سنگینه صحبت های کیلو. اینا که تلن نقطه فاز غلط لات کوچه خالی چهار تا کس کلک. اون که دیده باشه بارا میاد کاروانی جست تو رو میده میره فقط پایگانی نزدیک. خب یه خورده همش لفظای حسین تو همش لفظه، من به نظرم میاد که یه دونپاشیه، یه دونپاشیه با یه المان های ملتفت دونپاشی دیستور، نمیتونم بگم دیستور، هی بپاش جنگی بزن تو مخه برا بکس ملتفتیه یه مقدار کلو باشه بارا میاد کاروانی جست تو رو میره فقط پایگانی نسی که ممکنم نیستن به کل اصلا آدم ها کس میگن نوید و نو درسن. البته داره طبعاتی طرف ما گرون فرق طبقاتی خوبا با ما میچینن چون کارا میشه با تیم تشم راضی میرن کس سلواتی شوخی نداریم تا کارا میشه با تیم قاضی سلواتی شینه بود. این داستان در واقع انجیر سلواتی نشینده بود تیم تشم راضی میرن کس سلواتی. کیو میگه؟ بازم ملتفت رو فکر کنم میگه، چون میگه حاجی ما که اون بالاییم اختلاف طبقاتی هم سنگینه، ما رقم مقام بالا بده شما، ولی شما اگه میایی با ما میخوایی بیف بزنی شما هم سود میبری راضی میری، اگه با ما در میفتی بالاخره اسمت اینا مطرح میشه راضی میری. مثل اصلا مثل صلواتی نشینده بودم، صلواتی مرامی شنیده بودم، ولی صلواتی نه، یعنی هم میایی مثلا چیز میکنی هم یه صلوات هم میفرستی تهش که قربان شما مثلا فلان، اینو نشینده بودم اولین باره. شاید حسینا دارن تو گرجستان کجا ترکمنستان کجا اونجا شاید صلواتی است، اینجا ما مرامی داریم، عرضم به خدمت پولی داریم، صلواتی نداریم. من یه تو پایگاه چه این چیه البته داره طبقاتی صلوات کسی نمیفرسته فرق طبقاتی خوبا با ما میچینن چون کارا میشه. اصلا ببین این کار به صلوات نمیخوره، با تیم تشم راضی میرن کس صلواتی شوخی نداریم تا دیگه بس پوله میدونن آجی سیر نمیشه با علوله علی حالیم بفرمای کلی حرفام سکولن تموم شد برسوسه حرفام سکولن خشاب و خالی میکنه فقط با خون. ولی حسین جون لازم رو نداشته، بیت کمک نکرد. آه پوری
شما یه بیت هایپرتر میذاشتی حسین یه جوری میومد برات که اصلا کرکوپر بریزه. بیت کمک نکرد. حالا شما بچه ها هی به ما بگین آقا بیت چرا تحلیل میکنی؟ این بیت نه 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 شله اندوهگینه، شله جنگه، پانچی بزنی کیکا نامرتبه، کیکا مرتبه، دام 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 ران 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 ران. این چی بود؟ فکت بود؟ چی بود از شاپور اخیرا رفتیم؟ الکی بود؟ کدوم بود؟ بیت میطلبی دولا چنگ بزنی؟ اونجا حسین میمد یه جوری برات میزد آقای پوری کارو بکشی بالا. حرفام سکولن خشاب و خالی میکنه فقط با خوندن. حرفام سکولن علی کورس قبن سکولن حرفام سکولن خشاب و خالی میکنه فقط با خوندن. چه صدایی داره این صفت دنسرویس؟ چقدر صداش حجیمه. فیل تموم شد، تموم شد و به این ترتیب باحال بود، باحال بود، باحال بود. من به ترتیب ورس صفت رو خیلی پسندیدم، بعد ورس حسین و بعد ورس پوری. کورس خیلی به نظرم باحال بود، خصوصا کیکا پرفامون گولم بوم 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 و اون صدای تیراندازی خیلی بجا بود. کلن کورس خیلی خوب بود. ورسا به نظرم میتونست خیلی خفن تر باشه، خصوصا ورس حسین میتونست خیلی خفن تر باشه، ولی به نظرم یه خورده فاز گنگ ترکیب با خستم بود. یعنی حاجی بابا شما مثلا به ما نمیخوری، اینجوری هم بود که من بیام مثلا فلان کنم، مگه یعنی اینکه مستقیم ملتفت بیاد وسط فدایی بیاد یه چیزی بندازه اون موقع داستان عوض میشه، که به نظرم قطعا این کارو میکنه، قطعا این کارو میکنه، چون که تیکه میکه سنگینم بار انداختن. به این ترتیب من از اون چیزی که انتظار داشتم ترک به نظرم ضعیفتر بود. ما تصوریم بود که حاجی میان و ابرجر قشنگ بود، فقط میتونم بگم قشنگ بود، باحال بود، کورس خیلی خفن بود. بیت کارو به هیچ وجه نپسندیدم. برای این کار، برای این کاری که شما حسین رو وقتی فیت میدی میاری، باید بهترین بیت تو برای حسین آماده کنی. حسین بالاخره قطعا توی پنجتای اول تاریخ رپ فارسی هست، باید آماده کنی یه بیتی در خیش بذاری یارو بیاد ابرجر. امیدوارم که لذت برده باشی. مواظب خودت بچه‌ها، یادتون نره این ریفرش سنگین بزنیم. من 10 تا ویدیو امروز میذارم، همه این دیسا و فلانا و هر چی اومد و نیومد و با هم دیگه میریم. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار. دوستتون دارم شدید به مدت مجید. خداحافظ.